آدم ها همیشه عادت دارن تخیلات خودشون رو قاطی واقعیت ها بکنن، واسه همین همیشه روایت های مختلفی از داستان های قدیمی وجود داره. لایک و سابسکرایب یادتون نره، بریم که یه ورژن متفاوت از داستان آدونیس رو با هم بشنویم. های گایز، روز و شبتون بخیر. تو ورژن اول از تولد عجیب غریب آدونیس از درخت مور که مادرش میرا بود و شیطنت اروس و عشق دوتا الهه به یه انسان فانی و شکستن قوانین دنیای حادث براتون گفتیم. ولی ورژن دوم داستان از همون تولد آدونیس متفاوت پیش میره. مثل ورژن اول میرا از پادشاه باردار میشه، ولی به خاطر نفرت از خودش خودکشی میکنه. ولی بچهش مورد رحمت خدایان واقع میشه و به دنیا میاد. به محض به دنیا اومدن بچه، آفرودیت الهه عشق و زیبایی اونو میبینه و بهش عشق میورزه و اونو به آرتیمیس الهه شکار میسپاره تا بزرگش کنه. آرتیمیس آدونیس رو به شکار علاقمند میکنه و تعلیمش میده تا حدی که مهارتاشون با هم برابری میکنه. آفرودیت بزرگ شدن آدونیس رو میبینه و نگرانش میشه. برای همین اون رو از شکار حیوانات خطرناک و وحشی منع میکنه. ولی آدونیس زیادی به خودش مطمئن بود و به حرفای آفرودیت گوش نمیده و وقتی قصد شکار یک گراز وحشی رو داشته به شدت زخمی میشه و میمیره. بقیه داستانش مثل ورژن اول اتفاق میفته. آدونیس به جهان زیرین میره، پرسفونه الهه بهار عاشقش میشه، آفرودیت به قصد برگردوندن آدونیس به دنیای زنده ها پیش زئوس میره و در نهایت به دستور زئوس آدونیس میتونه 6 ماه سال رو در دنیای زنده ها در کنار آفرودیت و 6 ماه سال رو در کنار پرسفونه در جهان زیرین بگذرونه. اگر از این ویدیو خوشتون نیومد اون دکمه دیسلایک رو بزنین، یه کامنت منفی هم بذارین. اگه دیگه خیلی بدتون اومد یه کامنت دیگه هم بذارین چراشو بهم بگین. مرسی که تا آخر ویدیو همراهمون بودید.